سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان همواره من در برنامه های ایران فردا و باز در آدینه ای دیگر با برنامه دیگر از دفتر شامگاهی صفحه یک مهمان خانه های شما هستیم. برنامه امشب جمعه 4 شهریور ماه ایرانی برابر با 26 ماه اوت سال 2022 میلادی رو با هم مرور میکنیم با مجموعه مطالب منتخب از ایران، منطقه و جهان، البته به دور از مطبوعات چاپ تهران، با جهانی از رویدادهای سیاست منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، تنش‌های تازه برجامی، از سوی دیگر تنش‌های نظامی ایالات متحده آمریکا و تهدیدات همزمان جمهوری اسلامی، همکاری‌های چند جانبه پهپادی ایران با روسیه و دیگر مسائل از جمله رویدادهای فرهنگی، بازگشت پیکر شاعر نام‌آواز ایران زمین هوشنگ ابتهاج الف سایه و برگزاری مراسم تدفین ایشان در میان سروده های ایشان که غرق در شعرهای سروده خیش شد و شهروندانی که ایشون رو مشایعت کردند. خب گوشه هایی از مراسم تشییع جنازه هوشنگ ابتهاج، زنده یاد هوشنگ ابتهاج الف سایه، شاعر گرانسنگ میهن که به هر روی یک فراز و فرود تاریخی در زندگی خود داشت و علارغم محبوبیت سنگینی که بین نسل ایرانیان داشت، نسل‌های مختلف همه ایرانیان به نحوی از آنها، همه فرهیختگان خاطرات خرمینی از اشعار ایشان داشتند و شعرهایی که انعکاسی از درد زمان خود بود، زبان زمانه ایرانیان در شرایط مختلف بود. هرچند جمعی دیگر آزرده حال شدند از نقش ایشان در اون استعفای تاریخی بعد از واقعه شهریور، ماه 17 شهریور در رادیو. به هر روی تنوع گفتمانی در جامعه ایران در سالهای اخیر بیشتر شده و اساساً جمعی از افکار عمومی، انقلابیون سال 57 یا هر آن کسی رو که به نحوی از آنها همراهی کردند در اون ماجرا که منجر به تعبیری استقرار نظام فقها شده، این تنش‌های اندیشه‌ای کماکان موجود هست، اما آنچه که هست اشعار ایشان هستش که در کتاب‌های مختلفی منتشر شده. من دیدم، شما الان دارید می‌بینید چه صحنه بازگرداندن پیکر این شاعر گرانمایه میهن، چه صحنه مشایعت و تشییع جنازه شهروندانی که ایشان رو تا مزار قائی و ایستگاه نهایی حیات که مسیر ممات بوده بدرقه کردند. یاد و نام همه فرهیختگان و فرهنگیان و ادیبان ایران زمین گرامی باد، چرا که همواره اشاره می کنم هر آنچه در ستیز سیاست بمانیم و قدر کنشگران عرصه سیاست بداریم و بر صد بنشانیم، اما فرهنگ فر بر سایر امور هستش. فرهنگ عزیزترین گزاره و ساحتی است که پیکره عظیمی از ملل عالم ذیل آن می آرامند. فرهنگ فر بر سیاست است. خب خبرها و نظرها رو آغاز می کنم با مطالب منتخب در حوزه سیاست که برجام و گمانه ها در این رابطه فعل و انفعالات روابط سیاسی تهران واشنگتن، نوع برخورد اسرائیل، اظهار مواضع اسرائیلی ها در رابطه با احتمال احیای برجام و مسائل از این دست من شروع می کنم. اول اشاره کنم که آقای امیر عبداللهیان سفری به تانزانیا داشته، همینطور به کشور مالی داشته و به طور مشخص می‌دیدم در جمع ایرانیان مقیم تانزانیا گفته که روی مسائل باقی مانده پادمانی بسیار جدی هستیم، که اتفاقا من می‌خوام این مسئله رو به نحوی از آنها با شما همیهنان عزیز بشکافم و واگویی کنم که چه هست این بحرانی که تحت عنوان پادمانی پیش آمده. رسما نظام جمهوری اسلامی خطای خود رو در علارغمی که مربوط به مسئله هسته‌ای هستش، یک خطا رو میخواد سرپوش بگذارد و از محافل طرف مذاکرات و مردان مذاکرات میگه که این بخش بایستی بسته بشه. در این رابطه مشخص آقای امیر عبداللهیان
با اعلام اینکه تهران برای احیای برجام هیچ شتاب و عجله‌ای ندارد گفت که در حال بررسی و آنالیز دقیق متن و آخرین پاسخی هستیم که روز گذشته از طرف آمریکایی‌ها دریافت کردیم. وزیر خارجه ایران که برای دیدار با مقامات تانزانیا وارد پایتخت این کشور شده بود با تأکید بر لزوم بسته شدن پرونده پادمانی سه مکان مشکوک به فعالیت اتمی نظامی از سوی آژانس اشاره کرد که تهران در مورد مسائل باقی مانده پادمانی بسیار جدی است. او آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو به تکرار ادعاهای برخواسته از هماهنگی با اسرائیل متهم و تصریح کرد که در صورت احیای برجام و بازگشت همه طرف‌ها به توافق هسته‌ای 2015 به هیچ وجه حاضر نیستیم برخی از اتهامات بی اساس آژانس باقی مانده باشد. این اون نقطه گسستی است که من اشاره می کنم. اتفاقا روزنامه جوان تریبون چاپی سپاه رسما اشاره می کرد که واکنش جمهوری اسلامی، یعنی دیروز رو میگم، به اسرائیلیات. اینها معتقدند که این بخش اشاره اسرائیل به مردان مذاکره یه طرف غربی است و اینها میخوان تمکین نکنند و به طور مشخص بیان میدارن که این بخش از منازعه در مذاکره میبایستی پرونده بسته اعلام شود و مخدومه شود، پیگیری نکنید. خب این در حالی است که سه نیروگاه رسما مشکوک به آلاینده های اورانیومی است. رویترز و دیگر رسانه‌های معتبر غربی از جمله وال استریت جورنال در روزهای گذشته از عقب نشینی ایران در بسته شدن پرونده پادمانی به عنوان پیش شرط توافق احیای برجام خبر داده بودند. به این ترتیب که پرونده مربوط به کشف آثار اورانیوم در سه مکان اعلام نشده و مشکوک به فعالیت اتمی نظامی ایران موسوم به پرونده پادمانی، تنها بعد از پاسخ ایران به آژانس بسته و زمینه برای اجرای توافق برجام آماده خواهد شد. محضر شما بینندگان عزیز اشاره کنم که حتی پیش از این اظهارات مقامات شورای عالی امنیت ملی ایران گفته بودند که کماکان پاسخی که ایالات متحده آمریکا فرستاده پاسخ معطوف به آریا خیر نبوده، یه پاسخی تمام قد مشخص نبوده و بین بلی و نه، آری و خیر در نوسان بوده. حال میخوام ببینیم که گمانه ها حول پاسخ احتمالی واشنگتن چه بوده. رسانه های بین الملل اشاره داشتن که پاسخ واشنگتن به تهران تضمین 2.5 ساله در ازای باقی ماندن ایران در برجام حتی با خروج مجدد امریکاست. یعنی 2.5 سال خیلی جمهوری اسلامی بعدش نمیاد. جمهوری اسلامی دنبال همون بهره‌گیری تدریجی و بطعی است، نه حل مشکل به طور اساسی است. چرا که بارها گفتم فلسفه زیست نظام فقها و جمهوری اسلامی و نظامیان، فلسفه زیستشون مبتنی بر ایجاد نزاع و کسب بقاست. بقا در نزاست. بدین روی با 2.5 ساله بدین روی بوده که به تعبیری موافقت کردن. عملا یک هفته پس از آن که ایران پاسخش رو به طرح پیشنهادی اتحادیه اروپا برای احیای برجام ارائه کرد، گمان زنی ها در خصوص نظرات امریکا بین رسانه ها منتشر شده. جزئیاتی که نشان دهد احتمالا امریکا یک پاسخ بینابینی، یعنی میان بله و خیر، ارائه کرده باشه زیاد هست که خب خود این مطلب میتواند عملا زمینه گفتگوهای آتی رو هم یا درب مذاکره رو باز بذاره به نحوی از آنها به طور شرطی تا مقطعی، چرا که اصلا عمر سیاسی آقای بایدن هم خب در معرض ابهام هستش. در این رابطه مشخص سامانه والا نیوز مال کشور اسرائیل میدیدم در گزارشی به قلم باراک راوید، روزنامه‌نگار شناخته شده ای که خب روابط نزدیکی با دولت و دستگاه‌های اطلاعاتی این کشور دارد، جزئیاتی از پاسخ امریکا رو منتشر کرده که معمولاً این گمانه‌های رسانه‌های اسرائیلی و جزئیاتی که منتشر می‌کنند به لحاظ تجربه مذاکرات هسته‌ای در طول سالیان اخیر تا حدودی به قرائن و قرائن واقعی نزدیک هستش. این رسانه با اشاره به سفر هولاتا مشاور امنیت ملی اسرائیل به واشنگتن نوشت که این مقام ارشد اسرائیلی در دیدار با مقامات آمریکایی اطمینان بیشتری در خصوص موضع آمریکا در قبال مذاکرات احیای برجام پیدا کرد. راوید با اشاره به اینکه آمریکایی‌ها در پاسخی که چهارشنبه برای ایران ارسال کردند، مواضعشان نسبت به گذشته قدری سخت‌تر شده بود، افزود که پیش از سفر مقام امنیتی اسرائیل به آمریکا، مقامات اسرائیلی نگرانی‌های عمیقی داشتند که بایدن بخواهد امتیازات
جدیدی به ایران ارائه دهد و سفر این مقام ارشد اسرائیلی با همین هدف انجام شد که از امریکا بخواهد چنین امتیازاتی را به جمهوری اسلامی ندهد. محضر شما بینندگان عزیز بایستی اشاره کنم که نگرانی اصلی اسرائیل در این ماجرای مشخص اینه که مبادا ایالات متحده امریکا بر آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای یک فشار همه جانبه بذاره که اون سه نیروگاه هسته‌ای مشکوک موسوم به پادمانی رو کلن بخوان ببندن. خب ما دیدیم که آقای گروسی نکاتی رو مطرح کرده بود که خوشایند مقامات جمهوری اسلامی نبوده، اما اساساً در راستای رفع دغدغه‌های کشور اسرائیل هستش که بحث غروب آفتاب مطرح میشه اونجا که من به اون خواهم پرداخت که چه بستری رو برای جمهوری اسلامی برای غنی‌سازی‌های بیشتر فراهم می‌سازد. در همین رابطه مشخص باید اشاره کنم که البته مقامات ارشد کاخ سفید به صراحت به اسرائیل گفتند که بحث تحقیقات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رها نخواهد شد و قرار هم نیست هیچ فشاری علیه آقای رافائل گروسی برای مخدومه کردن مسئله پادمانی ایران وارد شود. خب این در حالی است که می‌دیدیم که رئیس موسی توافق هسته‌ای رو عملاً یک فاجعه برای اسرائیل میخوان و قانع نشده بود، یعنی تضادها و تناقضها در بیانات دو سوی ماجرا و حتی سه سوی ماجرا هر لحظه بالاتر میرود. رسانه‌های اسرائیلی میگویند رئیس سازمان اطلاعاتی این کشور یعنی موساد هشدار داده که امریکا با عجله به دنبال دستیابی به یک توافق بد هسته‌ای با ایران هستش. تایمز اسرائیل نوشت رسانه‌های عبری زبان دیروز پنجشنبه اشاره کردند که رئیس موساد با اشاره به ادعای مکرر جمهوری اسلامی در خصوص صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای‌اش گفته که این توافق برای اسرائیل بسیار بد است و آمریکا در حال عجله برای دستیابی به توافقی است که در نهایت مبتنی بر دروغ استش. اتفاقا ما دیدیم در اظهارات آقای امیر عبداللهیان با تأکید گفته که ما هیچ عجله‌ای برای احیای برجام نداریم. البته این بیشتر جنبه به تعبیری خوشایند داخلی بوده یا خوراک تبلیغاتی داخلی داشته و به نحوی از آنها نیروهای وفادار به نظام رو مثلا اینگونه القا میکنند که جمهوری اسلامی تمام قد از حقتون دفاع خواهد کرد، ما عجله نداریم، ما پلن بی داریم و جلوتر خواهیم رفت. ادبیاتی که خب مردان جمهوری اسلامی بیان میکنند و شهروندان ایرانی هم کمتر اون رو باور می‌دارند. در این رابطه مشخص باید اشاره کنم که به بند غروب اشاره کردم. رئیس موساد تأکید می‌کرد بند غروب در توافق برجام عملاً به ایران مجوز می‌دهد تا مواد هسته‌ای مورد نیاز برای ساخت بمب رو در چند سال جمع‌آوری کند و همچنین میلیاردها دلار پول مسدود شده فعلی رو به سمت تهران روانه می‌کند و خطر ایران رو در سراسر منطقه از طریق گروه‌های نیابتی‌اش افزایش میدهد. خب من یک کوتاه اشاره کنم که بند غروب چه هست. مطابق بند غروب در برجام، یعنی عملا پس از 10 سال ایران میتونه سانترفیوژ های غنی سازی رو افزایش دهد و حتی پس از 15 سال نیز اجازه دارد که حجم اورانیوم کمتر غنی شده خود رو زیادتر کنند. این در حالی است که خب ما دیروز در برنامه دیشب اشاره کردم جان کربی گفته که در ادامه ما اجازه نخواهیم داد بیش از 4% اینها غنی سازی کنند. پیشتر 3% پذیرفته شده بود، خب البته اینو تا 60% رسوندن و مسائل تکنیکی که اساسا روی کرده تهاجمی داره، یعنی جمهوری اسلامی همواره اشاره میکنه که ما این قابلیت رو داریم، اگر روزی روزگاری بتون ریختیم و بستیم در طول مثلا 9 ماه تونستیم دوباره احیا کنیم. از قدرت نمایی هسته‌ایشون بیشتر با خوراک داخلی بیان میدارن. خب من دیگه بیش از این وقت نمیکنم رو این موضوع توقف کنم، فقط کوتاه اشاره کنم که نخست وزیر اسرائیل هم گفته که توافق فعلی یک توافق بد هستش. آقای لاپید گفته تاکتیک فشار اسرائیل بر آمریکا در خصوص احیای برجام بعضن هم نتایج مثبت به همراه داشته است. همینا در حالی است که همه ایالات متحده آمریکا و هم اسرائیل حملاتشون رو به موازه جمهوری اسلامی در سوریه شدت بخشیدن، تا اینکه در تازه ترین خبرها می دیدم که اسرائیل موازه شبه نظامیان وابسته به ایران رو در سوریه هدف قرار داده. یک گروه ناظر بر تحولات سوریه اعلام کرد که اسرائیل حملات هوایی علیه موازه شبه نظامیان مورد حمایت ایران در طرطوس و حما رو انجام داده. نکته جالب توجه در همین رابطه همپوشانی کنشی و به طور موازات و موازی با اسرائیل حملات بایدن به مقر جمهوری اسلامی در سوریه هست و تاکید کرد که اگر ضرورت باشد برای حفظ جان امریکایی ها و تأمین منافع ملی امریکا مجدد چنین کاری رو خواهیم کرد.
آقای جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در نامه‌ای به کنگره این کشور حمله به مواضع شبه نظامیان مورد حمایت ایران در سوریه رو اقدامی در راستای محافظت و دفاع از نیروهای آمریکایی توصیف کرد. البته در محافل سیاسی این گونه هم تحلیل شده که من دیشب اشاره کردم، دو شب پیش هم اشاره کردم که بخشی از این فعل و انفعالات نظامی و تهاجم به تعبیری حملات نظامی نقطه‌ای و هدفمند و بیکشدار بایدن علیه مواضع جمهوری اسلامی در شامات به نحوی از آنها برای مهار و کاهش فشارهای احتمالی کنگره و جمهوری خواهان باشد برای پیشبرد توافق هسته‌ای. همون بحرانی رو که اوباما خورد و ترامپ پاره کرده، کماکان آستان توافق آسیب پذیر هستش. آقای بایدن در این نامه تأکید کرد که به دستور ایشان حملات روز اول شهریور ماه ایرانی به منظور محافظت و دفاع از ایمنی پرسنل آمریکایی و همچنین تضعیف و مختل کردن مجموعه حملات جاری انجام شده است. آقای بایدن تصریح کرد که این حمله در راستای بازدارندگی و جلوگیری از حملات بیشتر جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت این کشور صورت گرفته است. خب همین خبرها در حالی است که مطلب در رابطه با سیاست‌های منطقه‌ای خیلی زیاد هستش. واشنگتن پست رو هم داریم که از اتحاد روسیه و ایران سخن میگفت. من در برنامه دیشب و پریشب اشاره کردم، رسانه‌های دیگری بیان کرده بودن، مقامات آمریکایی هم پیشتر اشاره کرده بودن که این اتحاد صرفاً تاکتیکی نیست و چه بسا میتونه سرنوشت جنگ اوکراین رو هم تغییر دهد. مشخصاً در گزارش‌های مطرح شده بود که اولین محموله پهپادهای جمهوری اسلامی ایران توسط روس‌ها در اوکراین داره استفاده میشه. خب شما دیدید، الان دارید تو تصویر میبینید که جمهوری اسلامی با تبلیغات بسیار وسیعی از رونمایی شهرک زیرزمینی پهپادهای نقطه زن جمهوری اسلامی خبر داده بود که گویی یا بخشی از این پروژه در جنگ اوکراین دارد استفاده میشود. به گفته مقامات اطلاعاتی غربی، روسیه استفاده از پهپادهای ساخت ایران در اوکراین را عملا آغاز کرد و ایران هم پیشنهاد داد که برای کمک به روسیه به منظور دور زدن تحریم‌ها شبکه‌های مالی خود را با این کشور به اشتراک بگذارد. چقدر در دنیای سیاست این همنشینی فاسدان یادآور تئوری افسد و فاسد هستش. جمهوری اسلامی در دور زدن تحریم‌ها می‌خواد یاریگر روسیه بشه و چقدر شرم‌آور و ننگ هست برای پوتین به مثابه یک قطب قدرت جهانی که با خودکامه‌ترین نظام‌های عالم مثل کره شمالی، بشار اسد سوری و علی خامنه‌ای خراسانی همپیمان می‌شود برای دور زدن تحریم. در هر روی حسب گزارش واشنگتن پست، این مقام اطلاعاتی درباره ایران گفت که آنها تمام فوتوفن‌های دور زدن تحریم‌ها رو بلدند. ایران میتواند از شبکه زیرساختی موجود خود شامل شرکت‌ها و مؤسسات مالی در این کارزار ضد تحریم‌ها استفاده کند که امیدواریم غربی‌ها بیاموزند وقتی خودشون آگاهی دارند که از همه مکانیزم دور زدن تحریم بلدند. ظریف هم قبلا بیان کرده بود تحت عنوان راه‌اندازی شرکت‌های مالی از ونکوور تا تورنتو و لس‌آنجلس و دیگر جاهای جهان چگونه اینها از زیر چشم FBI و CIA عبور می‌کنند و شرکت می‌زنند و صرافی‌هایی که در تورنتو شما ببینید حیرت می‌کنید. اون همه پنل‌های به تعبیری بسته‌بندی شده یه پول‌ها چگونه داره جابجا میشه توسط همین شرکت‌هایی که تحریم رو می‌خواهند دور بزنند. خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با یکی دو رویداد دیگر. فرصت زیادی ندارم، خیلی کوتاه مایل بودم اشاره کنم که سفر آقای امیر عبداللهیان به باماکو و همینطور کلن به کشورهای افریقایی عملا اون پیوند استراتژیک کرملین و یعنی پوتین و جمهوری اسلامی رو نشان میدهد که جاپاهای همزمان رو دارن در قاره آفریقا به تعبیری تعمیق می کنند. ناظران غربی عملا تلاش های اخیر جمهوری اسلامی برای تقویت روابط با حکومت نظامی مالی رو زیر نظر گرفتند، چرا که این تلاش ها در میانه تنش های این کشور آفریقایی با غرب به ویژه با فرانسه و آلمان و حتی سازمان ملل و همچنین در شرایط نزدیک شدن مالی به روسیه
بررسی میکنن، ارزیابی میکنن. در واقع هر دو حکومت ایران و مالی به دلیل سیاست‌های متخاصمی خودشون و همینطور سیاست‌های مداخله جویانه و نظامی گرایانه خودشون تحت فشار نهادهای جهانی هستند و طبیعتاً سفیر امیر عبداللهیان به باماکو، اون هم با سوغات واکسن کرونا، یه امر اتفاقی نیست. خبرها حکایت از این داشت که آقای امیر عبداللهیان 100,000 واکسن کرونا رو به این کشور هدیه داده. او در همان روز هم با عبدالله دیوب وزیر خارجه مالی و هم با سرهنگ آسیمی گویتا از فرماندهان کودتای نظامی مالی و رئیس کنونی حکومت نظامی این کشور که از او به عنوان رئیس دولت انتقالی نام برده می شود دیدار کرد. خیلی کوتاه من بایستی یک اشاره بکنم که اصلا حکومت مالی چگونه حکومتی هستش. تابستان دو سال پیش بوده که اینها، یعنی همین حاکمان نظامی، قدرت رو کلا به دست گرفتن. اساسا از سال 2012 خب در مواجهه و در تقابل و مبارزه با گروه‌های داعش و القاعده بودن و بعد از اینکه گروه‌های نظامی حاکم الان اومدن کلن حکومت رو به دست گرفتن و یک کودتای نظامی، از کمپ غربی ها مثل آلمان و فرانسه خودشون رو دور کردن، به روسیه خیلی نزدیک شدن و به تناسب نزدیک شدن به روسیه، مردان جمهوری اسلامی هم همین سیاست روسی رو پیشه کردن. تنها دستاوردی که جمهوری اسلامی میتواند به عنوان سیاست‌های فرامنطقه‌ای خودش ارائه کند همین همسانی عقب رونده دیپلماسی فرامنطقه‌ای جمهوری اسلامی است که می‌بینیم با تنها خودکامگان عالم همنشینی و استراتژی، به تعبیری پیمان‌های راهبردی دارد، مثل بشار اسد که اشاره کردم، مثل کره شمالی که اشاره کردم، و با برادران بزرگتر این حکومت‌ها مثل چین و روسیه، الان که جاپای در کشورهای آفریقایی گذاشته که عملاً پشت آن سیاست خارجه روس‌ها هستند. عملاً وقت من به انتها رسیده، بسیار مایل بودم که به همدان یک سر کوتاهی بزنیم، اشاره کنیم که کماکان آب آشامیدنی در این شهر تاریخی با تانکر توزیع می‌شود، نظامی که به مالی و به روسیه به تعبیری پهباد میفروشد تا بر سر اوکراینی ها بمب بریزند و ملتی رو زیر ظلم پوتینی ها نگه دارند، عملا در شهرهای تاریخی خودش با مدیریت منابع آب مواجه شده و بیش از چندین روز هست که ما شاهد آنیم که نتوانستن این بحران رو رفع کنند، همزمان در واقع با ادامه تأمین آب شرب. البته من ترجیح میدم آب آشامیدنی بگیم، چرا آب شرب، در شهر همدان با تانکر و احتمال تداوم این وضع تا چند هفته آینده. عضو شورای این شهر اعلام کرد که مشکل کمبود آب در این شهر از ماه فروردین آغاز شده و به مسئولان هشدار داده شده بود. خب جمهوری اسلامی اونجا که ما اشاره میکنیم اساسا دغدغه رفع بحران و نیازها و حوائج و احتیاجات و مایحتاج ملت ایران رو ندارد. از فروردین به اونها توسط مقامات زیرفت و مسئول هشدار داده شده بود، کاملا مسئله رو بی تفاوتی طی کردن تا اینکه بحران بی آبی بعد از کوهکیلوی بوی رحمت، بعد از چهارمحال و بختیاری، بعد از خوزستان به همدان برسه که قطعا بعد از همدان نوبت تهران خواهد بود. بدین روی جمهوری اسلامی اساساً پلن و برنامه‌ای پایدار برای برون رفت از ابر بحران‌های زیست بومی در ایران ندارد و کماکان در حال رونمایی از تونل‌های موشکی و شهرک‌های زیرزمینی پهپادی، آن هم برای ارسال به میدان نبرد اوکراینی و پوتینی است. و با این مطلب وقت برنامه امشب من در همین مقال و مجال به پایان میرسد. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه‌هایی از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، آسمان آبی، بدرود.